درود بر شما بینندگان عزیز، خوشحالم که امروز سری جدیدی از برنامه خودم رو در تلویزیون ایران آریایی به شما پیشکش میکنم. امیدوارم که هر جای دنیا هستید خوش و شاد و پیروز باشید. همونطور که در هفته قبل اعلام شد، برنامه های من از این روز، از این هفته ایران که آغاز میشه، به خاطر اینکه تصویر ما به ایران رفته، وقت برنامه های من وقتشون تغییر پیدا کرده. امروز اولین باری که من در روز یک شنبه در خدمت شما هستم و اگه اشتباه نکنم الان 8 شب به وقت ایران عزیزمونه، ساعت 8:30 صبح به وقت کالیفرنیا است و ساعت 17:40 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. از این بعد من هر هفته یک شنبه ها در همچین ساعتی در خدمت شما هستم و همچنین روزهای دوشنبه و چهارشنبه به وقت ایران ساعت ساعت 9 شب به وقت ایران در خدمت شما خواهم بود و روزهای پنجشنبه 12:30 شب به وقت ایران. و همچنین برنامه ها بازپخش خواهد شد، ساعت بازپخش من به شما سر نوبتش خواهم گفت. امروز که در خدمت شما هستم، ما وارد هفته میشیم که در تاریخ ایران بسیار سرنوشت ساز بوده. امروز 23 مرداد سال 2570 شاهنشاهی که همان 23 مرداد 1190 تازی پرستان و 14 آگوست 2011 میلادی. من در برنامه گذشته خودم در باره بی بی سی و نقش مخرب رسانه های بیگانه با همیانانم صحبت کرده بودم، ولی همونطور که قول داده بودم وقتی که صدای ایران میره تلاش میکنم که بعضی سخنان رو دوباره مطرح کنم تا این صحبت هایی کرده بودم به سوی ایران هم بره. امروز من تصمیم دارم درباره نقش مخرب بی بی سی و وایس آف آمریکا در نابودی ایران و جنایت های جمهوری اسلامی با شما صحبت کنم. همونطور که همکاران دیگر من در تلویزیون گفتن و من هم خودم قبلا در تلویزیون ایران آریایی و رسانه های دیگر قبل از اون بارها در این باره صحبت کردم و شما هم حتما با اونهایی که یادشون هست سال 57 رو و اونهایی که با پدر و مادرشون شاید صحبت کردم میدونن که بنگاه دروغ پراکنی بی بی سی در اصل سخنگوی آیت الله خمینی در سال 57 بود. یعنی رسما بی بی سی فارسی زبان شده بود بلندگوی حوزه علمی قوم و خمینی و یارانش. این بی بی سی بود که به مردم ایران تمام برنامه تظاهرات رو پیش از پیش میگفت. رسانه بود که اولین مصاحبه با خمینی رو در ایران پخش کرد در قبل از این که حتی خمینی به ایران پاش برسه. این بی بی سی بود که با پخش دروغ و شایعاتی مثل آتش زدن سینما رکس به دست شاه، که البته میدونیم دروغ بوده، کار خود خمینی بوده، دروغ میدان ژاله و بقیه عراجیفی که بعدها معلوم شد همه دروغ بوده، تلاش کرد و موفق شد که احساسات مردم ایران رو بر ضد شاه شعله ور کنه. بهترین مثالش همین مسئله سینما رکس آبادان بود که بی بی سی با وقاحت به شایعه پراکنی پرداخت و موفق شد که باعث بشه کارگران شرکت نفت اعتصاب بکنن. چون همونطور که دوستان میدونن، همین الان میدونن، این آتش سوزی سینما رکس آبادان بود که باعث شد که خوزستان بر ضد رژیم پهلوی به خیابان بیاد و جریان اعتصاب شرکت نفت آغاز بشه. و بعدها معلوم شد که کار خود خمینی بود آتش زدن سینما رکس و کسانی که در این ماجرا سهیم بودن بعدها اعتراف کردن و اسنادش هم بیرون اومد. ولی هنوز بی بی سی فارسی زبان به خاطر دروغی که در اون سالهای مردم ایران عذرخواهی نکرده. من امروز تصمیم دارم چون حدود نیم ساعت کنم، هنوز حدود نیم ساعت 40 دقیقه وقت خواهم داشت با شما صحبت کنم، کمی مسائل با اسناد و شواهد برای شما مطرح کنم. اگه اجازه بدید من امروز یک کاری خواهم کرد و امیدوارم موفق بشم در این کارم، چون بار اولی که میخوام از کامپیوتر خودم صدایی رو برای دوستان پخش کنم. من برای شما قسمتی از برنامه‌ای که در رادیو بی بی سی انگلیسی زبان، یعنی اگه دوست عزیزمون در اتاق فنی روزنه عزیز این سایت بی بی سی رو برای دوستان بذارم که بدونم من این صدا رو از کجا پخش خواهم کرد،
این برنامه که در رادیو بی بی سی شماره 4 به زبان انگلیسی پخش شده و جالبتون بگم این برنامه و اعترافات مجریان بی بی سی رو هرگز بی بی سی فارسی زبان در شما پخش نخواهد کرد. در اینجا البته به شما بگم که باز هم بی بی سی تلاش میکنه از خودش دفاع بکنه و ممکنه همکاری خودش با آیت الله خمینی بشه، ولی اگه دوستان دقیق گوش کنن در اینجا اندرو ویتلی که از آگوست سال 1977 تا آگوست 1979 کورسپوندنت و گزارشگر بی بی سی در ایران بوده اعتراف میکنه که با چینه و نفرت و دشمنی از رژیم پادشاهی گزارش میکرده. من این رو سعی میکنم الان برای شما از طریق کامپیوتر خودم پخش کنم، امیدوارم که موفق بشم و اشتباهی در پخش صدا نباشه. فقط ممکنه 5 تا 10 ثانیه صدای من برای شما قطع بشه. خواهش میکنم توجه کنید، الان فکر کنم به جای تصویر من در اون سایت بی بی سی برای شما گذاشته میشه و من از اون سایت برای شما قسمتهایی رو پخش میکنم از اعترافات خود بی بی سی در شرکت در افتضاح 57. این به زبان انگلیسیه، خواهش میکنم دوستان این صدا رو ضبط کنن. حتی ممکن 5 ثانیه صدای من قطع بشه و بعد برای شما این صدا پخش خواهد شد. با اجازتون چند ثانیه رو من فرصت بدید. With the Shah. Mark Dodd, the former head of the BBC's Eastern Service, which was responsible for broadcasts into Iran, admits that more challenging questions could have been asked in that interview about what plans the Ayatollah had for Iran in the event he gained the people power. Of Iran will be electing the next president. This was mainly because of restrictions imposed on the interview it takes Khomeini, pride in its reputation for objective and trustworthy coverage. There's evidence that the corporation faced almost daily allegations of bias. The Shah of Iran shortly before he was forced from power by the 1979 revolution. Tonight's document program on Radio 4 has had access to previously secret papers released under the censorship rule. Andrew Whitfield comes to BBC's correspondent in Tehran during these turbulent days, also rejects claims that his broadcasts were intentionally biased against the Shah. But he admits that he and many he worked with did believe that the Shah's regime was both deeply repressive and highly unpopular, and that by constantly focusing on the almost universal clamour for change, the BBC may indeed have helped hasten what followed. The BBC did play a role, and it was something that was uncomfortable for BBC management to admit openly. They didn't at the time. But yes, I would agree that if it wasn't for the BBC's broadcasts into the country, the revolution might not have proceeded as quickly as it did. Mike Thompson reporting, and you can hear more on that story in Document here on Radio 4 at 8 o'clock tonight. بله دوستان عزیز، امیدوارم اکنون دوباره صدای من رو داشته باشید. اتاق فنی الان صدای من پخش میشه؟ بله اوکیه. بله و صدای رادیو هم فکر کنم خوب پخش شد. بله دوستان عزیز، من فکر میکنم زمانی که رادیو داشت پخش میشد شما تصویر اون سایت بی بی سی رو هم داشتید، درسته؟ و شما در اینجا اگه توجه میکردید آقای اندرو ویتلی که گزارشگر بی بی سی فارسی، گزارشگر خود بی بی سی در ایران بود و این شخص تمام اخبار بی بی سی رو میفرستاد، در اینجا اعتراف میکنه با صدای خودش که در این کار زیاده روی کرده. البته بازم تکرار میکنم این دفاعیات خود بی بی سی از خودشون بود. دوستانی که علاقه به اسناد بیشتری دارن، من از مجله نیمروز برای شما این تصویر رو بعدا دوباره یه بار خواهم گذاشت. امروز موفق نشدم تصویر رو ایمیل کنم، ولی تصویر رو دفعه دیگه برای شما خواهم گذاشت. در اینجا در شماره 1023 نشریه نیمروز به تاریخ 3 آپریل 2009 مقاله هست به نام از شما چه پنهان، نقش بی بی سی در انقلاب ایران. در اینجا هم به این مسئله اشاره میشه که آقای اندرو ویتلی خبرنگار بی بی سی در دوران افتضاح 57 اعتراف میکنه که زیاده روی کرده
ولی زیاده قوی نباید تکرار شود. آقای اندرو ویتلیف، دوستان عزیز، به شما فکر میکنید که آقای اندرو ویتلیف امروز چی کاره است؟ دوستانی که بخوان گوگل بکنن میفهمن که آقای اندرو ویتلیف فعلا در حال خرابکاری در نوار غزه است و مصاحبه است از ایشون در یوتیوب که امروز دیگه وقت پخشون رو ندارم که در اینجا با ایشون مصاحبه میشه. چقدر ایشون الان در سازمان ملل در رابطه با پناهندگان فلسطینی مأمور شده و بعد مصاحبه با ایشون است که از ایشون سوال میشه چرا مدرسه هایی که تحت کنترل ایشون هستن از طرف اسرائیل متهم میشن که از اونجا موشک به سوی اسرائیل پرتاب میشه. و آقای اندرو ویتلی در اینجا از تروریست های فلسطینی حمایت میکنه. همین آقای اندرو ویتلی میبینیم که نه تنها به خاطر اعترافات خودش در همکاری خمینی مجازات نمیشه، بلکه توسط سازمان ملل پست بهتری پیدا میکنه و اکنون مشغول خرابکاری و موذیگری در نوار غزه است. دوستانی که بیشتر میخوان با این مسائل آشنا بشن میتونن برن در یوتیوب بزنن اندرو ویتلی و بعد بزنن پلستاین و شما دقیقا با این مسئله آشنا خواهید شد. ایشون الان در سازمان ملل پست و مقام گرفته. من این مسئله رو این میگم تا آشنا بشیم که چه بلایی از سر ایران اومده. ما مردم ایران باید یاد بگیریم کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. بی بی سی و وایس آف آمریکا پولشون رو دولت آمریکا و انگلیس میده. اونا هر بار که سرمایه داری آمریکا و انگلیس نفعش در دفاع جمهوری اسلامی بشه حاضرن 70 میلیون ایرانی رو قربانی کنن ولی به نفع مملکتشون برای سرمایه مملکتشون فعالیت کنن. کسی که در بی بی سی و وایس آف آمریکا کار میکنه حتی اگه فارسی صحبت کنه مزدگیر دولت آمریکا و انگلیسه، چون که هم مزد کارمندان بی بی سی فارسی رو دولت انگلیس میده هم مزد کارمندان وایس آف آمریکا. من ساده و منطقی با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، در همین مقاله نیمرود شما همیشه میخوام مستند صحبت کنم. اولا شما از رادیو بی بی سی اردم، اینم نشریه نیمروزه. در این گزارش 30 دقیقه، این گزارش کامل 30 دقیقه‌ای بود که من قسمت آخرش رو براتون پخش کردم، از شبکه 4 رادیو بی بی سی در انگلیس بود. آقای مارک تانسون این برنامه رو اجرا می‌کرد و در این برنامه آقای دیوید اوون وزیر امور خارجه وقت بریتانیا از حزب کارگر، آقای پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن، مدیران و خبرنگاران وقت فعلی بی بی سی یعنی بی بی سی فارسی زبان و چندین تحلیلگر که نقش بی بی سی در افتضاح 57 رو بررسی میکردن شرکت داشتن. و بعد نکته جالبی که در این قسمت رو میخوام برای شما بگم اینه که آقای اندرو ویتلی خودش در این مصاحبه میگوید، من براتون روخانی میکنم، که میگه اندرو ویتلی خبرنگار زمان بی بی سی در تهران نیز اکنون میگوید نقشی که بی بی سی در انقلاب ایران داشته زیاده قوی بوده و نباید تکرار شود. او میگوید خود و همکارانش اجازه دادند که موج انقلاب آنها را با خود ببرد، اما اعتراف میکند که انقلاب ایران فاجعه‌ای برای خیلی از مردم ایران بوده و اظهار تأسف میکند که در آن نقش داشته. خانم آقایون صداش رو براتون پخش کردم و اعتراف میکند که در آن نقش داشته. خبرنگار بی بی سی رو دارم میگم، هرچند نقش کوچک، البته در دفاع از خودش، البته ما میدونیم که نقش بی بی سی کوچک نبوده، بلکه اولین رسانه خارجی بود که خمینی مصاحبه کرد، سوالهای انتقادی هم از خمینی نکرد و از خمینی گاندی ساخت. اگر رادیو بی بی سی فارسی زبان عقیده به دموکراسی داره، من رو در برنامه بی بی سی دعوت کنن و اجازه بدم که در اون برنامه من از اونها بخوام که مصاحبه بی بی سی فارسی زبان رو در دوران افتضاح 57 و خمینی رو پخش کنن. معلومه که بی بی سی فارسی زبان این کار رو نخواهد کرد، برای اینکه بی بی سی فارسی زبان برای شما این رو بازگو خواهم کرد، فقط برای نابودی ایران و استعمار ایران پولش رو دولت انگلیس میده. من همین رو براتون توضیح خواهم داد. دوستان عزیز، من قسمتی که خوندم امیدوارم سندیت داشته باشه، چون من همیشه میخوام برعکس دروغ‌های بنگاه دروغ پراکنی بی بی سی با سند با شما صحبت کنم. من امروز نگاهم به ساعت، امیدوارم که وقتمون به گونه‌ای باشه که بتونم هرچی که میخوام امروز براتون پخش کنم.
من میدونید خبرنگار حرفه‌ای نیستم، بلکه یک فعال سیاسی هستم و امیدوارم که هر روز بتونم کاری که برای شما انجام میدم بهتر بشه و بیشتر بتونم برنامه‌های برای شما اجرا کنم که راضی باشید و با علاقه بیشتر برنامه من نگاه کنید. بینندگانی که این برنامه رو نگاه میکنم بدونم من نیازمند حمایت‌های شما هستم. با تلفن تلویزیون ایران نایایی تماس بگیرید و بگید برای حمایت از برنامه‌های خسرو فرابر در این تلفن، در این تلویزیون با اونا تماس میگیرید. حمایت معنوی شما هم به برنامه من کمک میکنه. شما میتونید از برنامه من تبلیغ کنید بین یاران و دوستانتون، میتونید در یوتیوب که کلیپ های من گذاشته میشه برید و حمایت کنید، و اگر هم دوست دارید میتونید حمایت مالی بکنید از تلویزیون ایران آریایی. اگه به تلویزیون ایران آریایی زنگ میزنید لطفا بگید این حمایت مالی شما برای حمایت از برنامه های خسرو فرابر، پولی به من نمیرسه، ولی با گفتن این که از برنامه من حمایت میکنید باعث میشید که همکاران مدیریت تلویزیون ایران آریایی بدونن کدوم برنامه مورد علاقه شماست. من امروز که با شما دارم صحبت میکنم الان 32 ساله از جنایت هایی که بی بی سی و همکارانشون در ایران انجام دادن گذشته. بعضی از اونا میگن خسرو چرا در باره بی بی سی صحبت میکنی؟ و افتضاحات بی بی سی در سال 57 یا 57 تازی که میشه 2537 شان شد. به اونا میگن مشکل من اینه که امروز هم بی بی سی داره خرابکاری میکنه. فراموش نکنید که تلویزیون بی بی سی 3-4 ماه قبل از جنبشی که به نام جنبش سبز مشهور شد راه افتاد. اینا خودشونو آماده دخالت در این جنبش کرده بودن. مسئله که من بارها به اون اشاره کردم و خواهش میکنم همیانانم به دقت به اون توجه کنن اینه، تاکتیک وایس آف آمریکا و بی بی سی رو میخوام برای شما توضیح بدم. ببینید جنبش مردمی ایران و ضد جمهوری اسلامی گاهی اوقات آتش زیر خاکستره، یعنی مشهود نیست، مردم میگم خیابون نیستن، آتش زیر خاکستره. گاهی اوقات زمانی که آتش زیر خاکستره و به خصوص مردم در خیابان نیستن تظاهرات میکنن، در این زمان ها بی بی سی و وایس آف آمریکا انسان های سکولار و برانداز رو هم به برنامه‌هاشون دعوت میکنن. در این دورانی که بی بی سی و وایس آف آمریکا از ناسیونالیسم ایرانی هم دفاع میکنن، بازی چرا این کارو میکنن؟ میخوان اعتماد شما مردم رو جلب بکنن. مشکل اونجاست که زمانی که این آتش از زیر خاکستر میزنه بیرون، شعله‌ور میشه و هر بار که نزدیکه این رژیم براندازی بشه، چه در جریان تظاهرات دانشجویی کوی دانشگاه سال 1978، چه در جریان این اتفاقاتی که 2 سال دیگه میفته، درست در این لحظات حساسه که وایس آف آمریکا و بی بی سی سوء استفاده میکنن از اعتمادی که دوباره کسب کردن و شروع میکنن یک طرفه و یک جانبه اصلاح طلبان اسلامی، بچه آخوندها، بچه توده ها رو به برنامه های خودشون میارن و تلاش میکنند که هدف استعماری خودشون رو و سوء استفاده از این تک صدایی که به خاطر پارازیت هایی که جمهوری اسلامی رو ساتلایت ها میندازه استفاده بکنن و تلاش بکنن که جلوی هر جنبش برانداز رو بگیرن. تلاش میکنن که صدای شما که میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به کسی نرسه، تلاش میکنن نیروهای سکولار و برانداز جمهوری اسلامی رو خفه بکنن. مثال میزنم، همه شما شاهد نقش کثیف بی بی سی در دورانی بودید که زمانی که تظاهرات بود در ایران، بی بی سی فقط عطالله مهاجرانی به دعوت میکرد، بی بی سی فقط حزب اللهی های سابق اسلامی ها و اصلاح طلبان اسلامی رو دفاع میکرد. بی بی سی تمام سعیش بر این بود که آیت الله، ببخشید آیت الله گفتم، آقای میرحسین موسوی رو به جای گاندی به شما بفروشه. تمام مدت تلاش میکرد که نگذاره صدایی به شما برسه که بگه هدف مردم ایران آزادی و دموکراسی و سکولاریسمه. مردم ایران دیگه نمیخوان دختراشون مجبور بشن به زور شما روسری و چادر سرشون کنن. مردم ایران هویت ملیشون رو فراتر از دین میدونن. مردم ایران خواهان بازگشت به دوران به اصطلاح طلایی خمینی نیستن. و بی بی سی درست زمانی که بچه ها میرفتن خیابون مرگ بر خامنه‌ای میگفت، جلوی این حرفا رو میگرفت. حالا جالبه،
حالا که به مقصودشون رسیدن، حالا که تونستن جنبش رو دوباره آتش زیر خاکستر بکنن، دوباره بی‌بی‌سی شده سکولار. مثل یویو، این جریان مثل یویو میمونه. و یک بار ما مردم ایران باید به اینها بگیم نه، خسته شدیم از شما. چیکار میتونیم بکنیم؟ من به کسی نمیگم چیزی رو تحریم بکنه، ولی ما میتونیم یه کار دیگه بکنیم. ایرانیان برونمز میتونن برن تظاهرات کنن جلوی بی بی سی. ایرانیان برونمز میتونن برن جلوی وایسرا آمریکا تظاهرات بکنن. ایرانیان میتونن با تلفن زدن به وسط برنامه‌های بی بی سی و وایسرا آمریکا نفرت خودشون رو از این کار بی بی سی و اعلام کنن. باید به اونها بگن که دستتون رو خوندین. شما هر وقت خبری نیست ایران میاد ادعا میکنید ملی و سکولار رو نمیدونم مدرن هستید، ولی وقتی جریانی پیش میاد یا میرید پشت زیر عبای خاتمی قایم میشید، یا میرید زیر عبای رفسنجانی قایم میشید، یا میرید زیر عبای موسوی و کروبی قایم میشید. این بازی رو 32 ساله دارن انجام میدن. 32 ساله دارن با مردم ایران بازی میکنن و این بازی خانم آقایون حتی قدیمیتر از 32 ساله. منافع دولت‌های آمریکا و انگلیس در یک دولت ملی و آزاد نیست. منافع دولت آمریکا و انگلیس متاسفانه با منافع ملت ایران همخوانی نداره، به خصوص در آمریکا وقتی حزب دموکرات در سر کاره. و انگلیس که اصلا فرق نمی‌کنه، همیشه همین بوده. من اگه اتاق فنیمون آماده باشه، من خواهش می‌کنم کلیپ شو دو رو هم پخش کنیم در رابطه با همکاری آمریکا در براندازی رژیم پادشاهی ایران. از دقیقه 4 تا آخرش اگه لطف کنید پخش کنید. کلیپ شماره 2 مصاحبه آقای مایک ایوانز با فاکس نیوز آماده هست؟ بله بله. لطفاً پخش کنید. He has been president, but he would go over bills as governor, saying not even the issue of the bills, but he took issue with the punctuation. He was so fastidious and detail-oriented. Oh, dear. You couldn't even use the tennis court at the White House without Jimmy Carter approving it. This guy micromanaged everything. But the dilemma that most people don't understand about Jimmy Carter, they say, what happened with 911? Why did we get into this mess? But what they don't understand, this man believed, he actually believed in these radical organizations as he does today. And he was funding Khomeini out of Paris through the CIA. He was supporting this operation through a man called Yazdi. He was getting him into power, working with the president of France, working with the German chancellor and the British. He was organizing, orchestrating a revolution that he thought was going to transform the world in Iran. It did. It did indeed. دوستان عزیز، برای اینکه بعضی از همکاران رسانه‌های دیگه نگن که من حرفای اونا رو کپی میکنم، این کتاب آقای مارک ایوانز، امیدوارم تصویر دیده بشه چون من جلوی کامرا میگیرم، این کتاب آقای مارک ایوانز که الان شما صحبتاشو درباره همکاری جیمی کارتر به خمینی و پولایی که آقای جیمی کارتر به آقای خمینی میداد، 150 میلیون دلار کمک مالی جیمی کارتر به خمینی و همچنین همکاری خمینی در براندازی رژیم، همکاری جیمی کارتر با خمینی در براندازی رژیم پادشاهی، در این کتاب شما مصاحبه های آقای مارک ایوانز رو که تصویر شده دید با مامور CIA که رابط جیمی کارتر و خمینی بوده رو خواهید خوند. شما آخرین مصاحبه جنرال هویزر رو با آقای مارک ایوانز قبل از مرگ آقای جنرال هویزر میخوانید که رسما اعتراف میکنه به دستور خمینی برای به دستور جیمی کارتر برای براندازی رژیم پادشاهی به ایران رفته بود و اسناد دیگری که در اینجا برای شما گذاشته شده. این کتاب امیدوارم دیده بشه. نام کتاب هست جیمی کارتر The Liberal Left and World Chaos. این کتاب رو شما امضای آقای مارک ایوانز دارید که برای من فرستاده این کتاب رو، بنابراین من نیازی ندارم، برای اینکه بعضی از من گفتن من حرفای دیگران، اتفاقا اونها حرفای منو کپی میکنن، به خاطر اینکه من میتونم به شما بگم این حرفا رو از کجا دارم، برای این کتاب رو
دارم از زمانی که چاپ شد بلا فاصله به زبان انگلیسی خریدم و مورد مطالعه قرار دادم. من همیشه سعی میکنم مستند صحبت کنم. من میکنم الان کتاب رو هم بذارم اینجا، نمیدونم حالا شاید دیده بشی یا نه، ولی میذارم اینجا، حالا نمیدونم در تصویر دیده میشه یا نه. بله من کتاب رو الان یه ذره جلدش هم اینطوری میذارم که دیده بشه، نمیدونم اگه حالا شاید میترسم وقت تصویر شاید برعکس بشه چون که میذارم دیده بشه. دوستان عزیز الان یه کلیپ دیگه برای شما پخش میکنم. این کتاب درباره همکاری‌های جیمی کارتر با برای براندازی ایران بود، تا بدونیم وایس آف آمریکا و بی بی سی مال همون دولت‌هایی هستن که برای براندازی رژیم پهلوی و آوردن خمینی به ایران سهیم بودن. اتاق فنیم کلیپ شماره 3 رو از دقیقه 2:25 تا آخرش دو بار پخش کنید، چون این کلیپ خیلی کوتاهه. در این کلیپ شما مسئله رو خواهید دید که آقای جیمی کارتر وقتی ازش سوال میکنه چه احساسی داره درباره همکاریایی که با خمینی کرده، آیا احساس تأسف میکنه، جیمی کارتر با کمال وقاحت میگه خجالت نمیکشم و ابراز تأسف هم نمیکنه. اتاق فنی آماده هستی؟ آماده است. بله بله لطفا این رو پخش کنید، خواهش میکنم. Attack them so they won't think that they have to respond with all kind of devices. You know, you've been criticized for your handling of Iran when the Shah was in power, you know, in the late late 70s. Looking back all these years, knowing what's happened, sure. What, if anything, would you have done differently? I would have had one more helicopter in our rescue mission, which would have brought all the hostages out safe and free. And so I had to wait from April around until 5 minutes after I was no longer president, when all the hostages did come home safe and attack them so they won't think that they have to respond with all kind of devices. You know, you've been criticized for your handling of Iran when the Shah was in power, you know, in the late 70s. Looking back all these years, knowing what's happened, sure. What, if anything, would you have done differently? I would have had one more helicopter in our rescue mission, which would have brought all the hostages out safe and free. And so I had to wait from April around until 5 minutes after I was no longer president, when all the hostages did come home safe and بله دوستان عزیز، آقای جیمی کارتر بعد از 32 سال که میلیون های ایرانی کشته شدن، مجروح شدن، دربدر شدن، از این سوال میشه آقا اثر تأسف نمی کنی؟ و ایشون میگه تنها تأسفش دیگه هلیکوپتر کمتر به ایران فرستاد. یعنی این آقا کوچکترین ارزشی برای جان و مال مردم ایران نداره و برای همین رو شما میگم دولت آمریکا هیچ ارزشی برای مردم ایران قائل نیست. دلیلش هم به شما بگم به خاطر اینکه دولت آمریکا مردم میهن پرستی هستن، به منافع ملی کشور خودشون نگاه میکنن، کاری که هر سیاست بده انجام بده. ما مردم ایران باید یاد بگیریم از همین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که اول به منافع ملی خودمون نگاه کنیم. و من خوشحالم که جوانای ایران رو دریافتن. جوانای امروز ایران فرق میکنن با فسیل‌های جبهه ملی که به ایران خیانت کردن. جوانای امروز ایران فرق میکنن با موسوی و کروبی و خامنه‌ای و رفسنجانی و خمینی، چون اونها به ایدئولوژیشون فکر میکنن، ولی جوانهای ما فقط به ایران فکر میکنن. قشنگترین شعاری که من در این 30 سال گذشته شنیدم در داخل ایران شعار این بود: نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. این شعار محوری هر سیاسی ایرانی باید باشه که فقط و فقط به ایران فکر کنیم، فقط به ایران بیاندیشیم و همه چیز رو برای کشور خودمون بخوایم. این تفاوت نسل من و نسل جوانتر از منه با فسیل‌های نادان ابله 57، این واژه همینطوری بیان میکنم. اون تنها چیزی که فکر نمی‌کردم ایران و ایرانی بودن بود. متاسفانه هنوز عده‌ای از اونها باقی هستند که در وایس آف آمریکا و بی بی سی کار میکنن، به جیبشون فکر میکنن. مطمئن باشید خانم آقایون، هر چقدر این جوانک هایی که در وایس آف آمریکا هم کار میکنن یا پیرمرداشون قدم که ادعا بکنن به فکر ایران هستن، حقوق ماهانه اونها رو دولت آمریکا میده. به همین سادگیه. کسی که برای دولت بیگانه کار میکنه موظفه که اوامر اون دولت رو انجام بده. برای اینکه دوستان عزیز فکر نکنن من این صحبت رو از خودم میکنم، میخوام یک سندی رو برای شما بیارم از مقاله‌ای که نمیتونم بگم از کدوم سایت، به دلیل که این سایت در داخل ایران منتشر میشد
و من اگه بگم از کجا آوردم ممکنه برای کسانی که این مقاله رو در سایت گذاشته بودن مشکل پیدا بشه. اگه اینا با من تماس بگیرن و بگن که میخوان که اسمشون گفته بشه این کار رو خواهم کرد. من تو همیشه سعی میکنم کتاب ها و مقاله هایی که استفاده میکنم به شما ارزانی کنم، فقط مگه اینکه احساس کنم برای نویسندهش ممکنه مشکلی به وجود بیاد. در رابطه با بی بی سی و سقوط رضاشاه بزرگ و نقش بی بی سی در سقوط رضاشاه بزرگ، من در این مقاله که در این رابطه است قسمتی رو دارم اعترافات یکی از کارمندان بی بی سی در دوران رضاشاه به اینکه دستور میگرفتن از دولت انگلستان برای خرابکاری نسبت به رضاشاه بزرگ. دقت بکنید ببینید که کی با سند اینجا صحبت میکنه. من در اینجا صحبت‌های از آقای عباس دهقان دارم. آقای عباس دهقان در اون زمان در دوران رضاشاه که بی بی سی رو انداخته بودن و از اون زمان هم حتی بی بی سی بعضی رضاشاه بزرگ فحاشی میکرد، آقای عباس دهقان که از نخستین کارگزاران رادیو بی بی سی فارسی بود، من این رو از میدونم این درست خوندم، بله، ایشون روایت میکنه میگوید، من عین گفته آقای عباس دهقان رو برای شما میخونم. عباس دهقان میگوید در رادیو بی بی سی ما دقیقا همان چیزی را میخواندیم که برای خواندن به ما داده میشد. ما حق نداشتیم هیچ دگرگونی در آن ایجاد کنیم. دو انگلیسی زبان در کنار ما بودند که بر کار ما نظارت میکردند. آنان به فارسی سخن میگفتند و به دقت به ما گوش میکردند. خانم آقایون، اعترافات عباس دهقان در نوکری دولت انگلستان، در نوکری برای دولت انگلستان در رادیو بی بی سی فارسی زبان. و ببینیم که خب این بی بی سی برای چی اومده. دوستان عزیز، من این برنامه چون به پایان میرسه، برنامه من هم یه ساعت شده، بوده 8 دقیقه وقت دارم. من در این 8 دقیقه الان برای اینکه مثال تاریخی زده باشم و فقط درباره سال 57 برای شما صحبت نکرده باشم، برای شما درباره اشغال نظامی ایران توسط ارتش انگلستان در شهریور 20 و توطئه‌ها و دسیسه‌های رادیو بی بی سی در آن زمان برای نابودی رضاشاه با سند و مدرک برای شما خیلی سریع صحبت خواهم کرد. حدود 8 دقیقه وقت دارم تا امروز در برنامه برای شما چند مثال آورده باشم. تصمیم نهایی شما میگیرید که آیا هنوز به صحبت‌های بی بی سی و بوسوا آمریکا اعتماد می‌کنید؟ قسمتی رو دارم از نامه‌های خصوصی و گزارش‌های محرمانه سر بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران در شهریور 1120. ایشون اگه اشتباه نکنم در دوران رضاشاه ایشون سفیر انگلستان در ایران بود. حدود 20 سال پیش گزارش‌های محرمانه و نامه‌های خصوصی آقای بولارد در انگلستان چاپ شد. البته بی بی سی فارسی زبان هرگز این رو برای شما نخواهد خوند. در اینجا آقای بولارد، من چند تا نکته از خاطرات همین آقای بولارد رو برای شما میخونم تا بفهمید بی بی سی فارسی زبان نوکری چه کسی رو میکنه. در قسمت کنید من رو قسمت رو بیارم، بله، آقای بولارد که سفیر انگلستان بوده لحظتون میگم چی گفته. میگه بولارد همچنین با درخواست تمرکز حملات بی بی سی فارسی زبان روی رضاشاه در 22 آگوست 1941 در یادداشتی پیشنهاد میکنن. گفتم این چاپ شده، دوستان میتونن بخونن، ولی خبرنگارهای بی بی سی رو برای شما نخواهند خوند. در این یادداشت که چاپ شده پیشنهاد میکنه که در پروپاگاندای رادیوی بی بی سی فارسی زبان باید تاکید شود که انگلستان دولتی دموکرات دارد، در حالی که رضاشاه به سان هیتلر باور بر این است که مردم مانند گوسفند هستند که باید از آنان انتظار پیروی کورکورانه داشت. بعد آقای بولارد ادامه میده، میگه بی بی سی حتی در این راستا شعارسازی هم میکند و در اینجا یک شعاری داره، میگه مه بادا شاه سیفیکار بادنجان فروش، یعنی برای رضاشاه اینا شعار هم ساخته بودن. بعد در اینجا مقاله هست از نوشته هست از آقای حسین مکی، خاطرات حسین مکی که از ایران مصدق هم بوده اتفاقا. در اینجا ایشون اشاره میکنه به روزنامه اطلاعات، به مقاله از روزنامه اطلاعات که در اینجا اینگونه نوشته، میگه روزنامه اطلاعات بعدا در مورد حملات بی بی سی به رضاشاه نوشت نقطه ضعف رضاشاه به دست رادیو لندن افتاد، آن را گرفت و هر شب ساعتی پیرامون اون حرف زد. حرفایی که به دل می نشست و در افکار مردم
رخنه و نفوذ میکرد. معایب و ضررهای ملکداری رضا شاه رو میگفت و این گونه مسائل. و بعد میگه قسمت دیگه رو میخوام براتون بخونم. از صف من چون وقت مکمه خیلی سریع میخوام صحبت کنم. ما در اینجا در رابطه با اینکه همین رادیو بی بی سی تلاش میکرد که دولت انگلستان موفق بشه مردم ایران رو آماده حمله نظامی انگلستان به ایران بکنه، در اینجا من امیدوارم بتونم اون سفر رو برای شما دوستان عزیز بیارم، چون یه ذره عجله دارم چون وقتمون داره تمام میشه. بله، در اینجا یه لحظه خواهش میکنم به من این فرصت رو بدید. بله، در اینجا من امیدوارم اون قسمت رو بتونم براتون بیارم. ببخشید یعنی گاهی اوقات در این پیدا کردن این مسائل دچار مشکل میشم، چون من اینها رو از روی پی دی اف میخونم و گاهی اوقات خب برام مشکل پیش بیاد. بله، صبر کنید یه قسمت دیگه، چون اون قسمتی که میخواستم براتون بیارم متاسفانه روی چیز گیر کرده. همین آقای بولاد در نام همین آقای بولاد و تأثیری که در رادیو بی بی سی داشته براتون قسمت دیگه رو میخونم. آقای بولاد در نامه هایی که گفتم چاپ شده 20 سال قبل، در نامه هایش به صراحت توسعه صنعتی ایران بریشه در زمینه احداث راه آهن، راه اندازی رادیو، کارخانه ذوب‌آهن کرج، کارخانه های قند، سیلوهای بزرگ، کنسرسازی بندر عباس و دیگران را در دوران رضاشاه به دیده تحقیر می‌گیرد و آن را زمینه ساز بروز مشکلات جدی برای ایرانیان می‌داند. و از اینکه کارشناسان آلمانی یا رسان دولت رضاشاه در این طرح هستند ابراز ناخرسندی می‌کند. در قسمت دیگری، حالا من چون وقتم واقعا داره تمام میشه، میخوام نکته دیگه به دوستان اشاره کنم که بسیار جالبه. آقای کلارکسون که نماینده مجلس انگلستان و مدیر بنگاه سخن‌پراکنی بی بی سی بود، از طرف دولت انگلستان مأمور میشه پس از حمله متفقین با ایران. امکانش هست شما الان دوست عزیز تصویر شماره یک، تصویر احمد سلطان قاجار و محمد حسن میرزا رو به جای تصویر من مدتی بذارین؟ بله، خواهش میکنم. در اینجا نکته جالبی که میخوام بهتون بگم اینه که همین بی بی سی که ادعا میکنه همیشه بی‌طرف بوده و برای شما چند قسمت رو خوندم که اینا تلاش میکنن که بگن ما بی چیز هستیم، بی نقش هستیم و در ایران دخالت نمی کنیم. آقای کلارکسون که مدتی مدیر بی بی سی بود، الان فکر کنم تصویر دو احمد سلطان قاجار و محمد حسن میرزا داره پخش میشه، درسته؟ شما این تصویر نگاه کنید بگید چرا من تصویر محمد حسن میرزا رو میذارم. در زمانی که ایران مورد حمله نظامی و اشغال نظامی ایران قرار میگیره، اشغال نظامی انگلیس قرار میگیره، آقای کلارکسون مدیر بی بی سی از طرف دولت انگلستان مأمور میشه تا با آقای حمید میرزا فرزند محمد حسن میرزا برادر احمد سلطان قاجار رابطه برقرار کنه. الان شما دارید تصویر احمد سلطان قاجار و محمد حسن میرزا برادرش رو میبینید. آقای کلارکسون مدیر بی بی سی از طرف دولت مأمور میشه که با پسر محمد حسن میرزا سلطان حمید میرزا رابطه برقرار کنه و از اون بخواد که به عنوان پادشاه قاجار به ایران بره و او رو تلاش میکنن به جای محمد رضا شاه پادشاه قاجار ایران بکنن. و نکته که من بارها رو اشاره کردم اینه که در اون زمان آقای حمید میرزا افسر نیروی دریایی انگلستان بود و دومی که زبان فارسی رو بلد نبود صحبت بکنه. دوستانی که علاقه دارن سندیت این مطلب رو پیدا کنن، در اینجا مصاحبه ای هست در اینترنت دوستان میتونن بخونن با پسر آقای حمید میرزا که این مصاحبه موجوده و همچنین اشتباه نکنم با خود آقای حمید میرزا مصاحبه ای هست، یعنی خود آقا هم مصاحبه دارن و این مصاحبه رو میتونید مطالعه بکنید، یعنی اینا از خودمون نمیگید. و بنابراین دوستان عزیز ببینم اتاق فنی برنامه رو داره تمام میشه نه؟ بله بله داره تمام میشه.
بله چون برنامه من تمام میشه، من واقعا پوزش میخوام که صحبتهای من باز به پایان نرسید. فقط من این مسئله که برای شما خوندم رو دوباره تکرار میکنم برای شما در برنامه امروزم، خیلی کوتاه و مختصر به نکته‌های مختلف اشاره کردم. یکی در مورد همکاری آمریکا برای برکناری محمد رضا شاه پهلوی، جیمی کارتر و کتاب آقای مارک ایوانس که بکنم در تصویر هنوز دیده میشه. علاوه بر اون دعوایی نقش بی بی سی و تاکتیک وایس آف آمریکا و بی بی سی در جهت انحراف به جنبش های آزادی خواهی مردم ایران، و به عنوان یک مثال هم در رابطه با دسیسه های رادیو بی بی سی در زمان رضا شاه برای نابودی رضا شاه و همچنین از بین بردن قدرت دولت مرکزی ایران و و حمله متفقین به ایران. در این رابطه کتاب های مختلفی هست که دوستان میتونن به اون اشاره کنن. مقاله‌ای که امروز از این استفاده کردم متاسفانه نمیتونم بگم در تلویزیون نامش رو، به خاطر اینکه کسانی که اون سایت رو اداره میکنن ایده‌شون در ایران زندگی میکنن و من میدونم یکی دو نفرشون هم کوتاه در زندان جمهوری اسلامی بودن، بنابراین معذورم که نام اون سایت رو بیارم براتون. دوستان عزیز، چون وقت برنامه هم تمام شده، به شما فقط این رو میخوام بگم که رادیو بی بی سی فقط به دلیل این زبان فارسی برنامه اجرا میکنه که بتونه مهندسی افکار عمومی رو انجام بده. در این کار ماهر هستن و برای این کار هم ساخته شدن. بنابراین خانم آقایان عزیز، فراموش نکنید که ما همونطور که محمد رضا شاه پهلوی ایران به ما گفت، همه باید به ایران فکر کنیم، فقط به ایران فکر کنیم و نگذاریم که ایران ایرانستان شود. پوزش میخوام که صحبتام خیلی کوتاه و مختصر بود، ولی امیدوارم که یک نقطه آغازی بود که دوستان بیشتری در این رابطه تحقیق بکنن. تا روز دوشنبه که باز در کنار شما خواهم بود در ساعت اگه اشتباه نکنم 9 شب به وقت ایران، به شما بدرود میگم، پیروز و پاینده باشید. من از شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا به دور از با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشور ما، نیروهای خود را برای نجات میهن به کار برید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنید.